خب توی این مینی پروژه در دوره آموزش جاوا اسکریپت مدرن می‌خوایم یه دونه پروژه تغییر تم بزنیم. البته دو تا پروژه است، بهتون فرقشون رو توضیح میدم. می‌خوایم اطلاعات رو بتونیم در جاوا اسکریپت سمت کلاینت ذخیره بکنیم. پروژه حالا به صورت کلی اینه که مثلا شما استایل های مختلف رو تعیین کردید و اینجا یه سری تم رو گذاشتید. تم ها رو که انتخاب میکنید اون رنگ ها رو بهشون میده. مثلا من این رنگ زرد رو انتخاب میکنم، رفرش میزنم، اطلاعات میپره. مثلا رنگ سبز رو انتخاب میکنم، رفرش میزنم، اطلاعات میپره. ولی خب توی پروژه بعدی که همون پروژه اصلی ما هست، میخوایم اطلاعات رو بتونیم ذخیره بکنیم. مثلا من همین رنگ سبز رو انتخاب میکنم، رفرش میزنم، حفظ شده. یعنی خودش ذخیره کرده این تنظیم رو که ما اومدیم انجام دادیم. حتی اگر من اینا رو ببندم، دوباره بخوام این فایل رو اجرا کنم، دوباره حالا داره از رنگ زرد اجرا میکنه. اگر من سبز رو انتخاب کنم، ببندم، دوباره اجرا کنم، داره از رنگ سبز اجرا میکنه. یعنی این موضوع رو در حافظه خودش نگه داشته، اون سلکشنی که کاربر انجام داده و اون رو داره برای کاربر پیاده میکنه. خب میخوایم توی این مینی پروژه که فکر کنم مینی پروژه پنجم یا ششممون باشه، این قضیه رو با هم پیاده بکنیم. مهرانم از کانال یوتیوب سلسیو، مرسی که آموزش رو در یوتیوب لایک میکنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب میکنید، از آموزش ها حمایت میکنید و دونیت میکنید. خب من این پوشه پروژه رو ببندم. اون دمایی بود که خودم ساخته بودم. این همون فایل ایندکسی است که ما داریم. بعد اینجا حالا همین ایندکس رو باز کنم. یه فایل داریم تحت عنوان tem.js که خالیه، یه دونه هم style.css. تو اینا حالا میخوایم یه سری موارد رو با هم بنویسیم. همینجا زیر همین h1 من میام یه دونه div با کلاس tem میسازم و توش حالا یه سری div هایی رو قرار میدم به این شکل. میخوام از اتریبیوت data استفاده کنم. مثلا میگم data-color و خب اولی باشه چی؟ مثلا light یعنی رنگ روشن، دومی باشه dark، سومی باشه مثلا همون yellow و چهارمی باشه green. به این صورت به خود اینا میخوام یک سری استایل هایی رو بدم. پس همین کلاس تم رو اینجا میگیرم، میگم دیوی که کلاس تم رو داره توش یه سری دیف هایی رو داریم. اینا مثلا هیتشون باشه 20 پیکسل، بعد عرضشون باشه دوباره 20 پیکسل، بعد فلوتشون باشه لفت، میخوام کنار هم قرار بگیرن، و یه دونه هم مارجین رایت داشته باشم مثلا 5 پیکسل، و کرسرشون هم باشه پوینتر، وقتی موس میره روشون حالت کلیک کردن رو داشته باشه. و به هر کدوم از این حالا یه دونه بک‌گراند کالر بدیم. حالا به صورت اینلاین میدم دیگه، نمیخواد دونه دونه بیایم این کار رو انجام بدیم. جای دیگه میگم بک‌گراند کالر مثلا شارپ FFF همین مال لایت باشه، بعد مال دارک باشه 0000. برای یلو گرین هم حالا رنگ ها رو انتخاب میکنیم، الان رنگ خاصی مد نظرم نیست. یه دونه هم border color بهش بدم، یه پیکسل، سالید، شارپ مثلا دی دی دی، یا مثلا 5 5 5، این شاید بهتر باشه. خب یه بار رفرش کنیم، اینا رو اینجا میبینم. این background color رو حالا خوب نگرفتم، ببینم border color رو هم خوب نگرفتم، مثلا border colorش باشه 0000، ببینم چطوری میگیره. خب حالا اون رو نگاه میکنم ببینم چرا نگرفته. ولی به این دوتا المان هم میخوام background color بدم. border color نه، اصلا کلا باید border بنویسم، border color نیست. خب به این صورت اینا الان درست تره. رنگش همون 5 5 5 باشه، خب اینطوری بهتره. background color این قسمت به جای sharp ff مثلا یه رنگ زرد رنگی یه همچین چیزی باشه. اینو از اینجا کپی میکنم، اینجا برای yellow paste میکنم، یه دونه برای green select بکنیم. برای green هم یه همچین رنگی باشه. اوکی خب این هم برای green. یه بار رفرش میکنم و خب به این صورت دارم اون باتم ها رو میبینم که هر کدوم از اینا یه دونه تم هستن. حالا میخوام هر کدوم از اینا که کلیک شدن، البته اینجا میبینید متن اومده کنار این قرار گرفته، برای اینم
از کلاس های بوتستراپ همینجا یه دونه کلیر فیکس میدم. کلیر فیکس قضیهش اینه که ما که اومدیم اینا رو فلوت کردیم اصطلاحا کلپس میشه اون المان ها به اون مادرشون، اینا فلوت شدن خب به اون رپرشون، به اون مادرشون، به اون پرنتشون کلاس کلیر فیکس رو میدن که از کلپس شدن جلوگیری کنه. خب میبینی که اینا توی یه لاین قرار گرفتن، یه دونه مارجین باتم میخواد مثلا همین 3 خوبه. خب اینطوری خوشگلتر اون تما قرار گرفتن. حالا میخوام روی هر کدوم از اینا که کلیک شد بیاد یک استایلی رو به بادی بده. خب اول استایل های بادی رو بسازم. همینجا توی CSS میگم مثلا کلاس لایت رو داشته باشم که بکگراند کالرمون باشه شارپ اف اف و کالرمون باشه شارپ 0 0 0. خب همین رو از اینجا کپی میگیرم، یه دونه تم دارک میسازم براش که بکگراند کالر باشه مثلا حالا 4 4 4 و کالر باشه 0 0 0. یه دونه براش یلو رو میزنم که بکگراند کالر باشه همین یلویی که اینجا بود به این صورت و کالرش باشه همون سیاه و سبز هم دوباره همین باشه و به این صورت. اگر رفرش کنم چیزی نمیبینم، ولی اگر بیام مثلا به همین بادی که دارم کلاس یلو رو بدم میبینم که به این صورت داره اطلاعات رو به هم نمایش میده. حالا یک کاش این یه کمی یلو بودنش هم کمتر بشه، خیلی رنگ تندی شد. خب مثلا این بهتره، سبز بودنم فکر کنم یه کمی باز خیلی شدیدتر باشه. اینو اینجا بدیم، یه دونم کلاس گرین رو چک کنیم که زننده نباشه اون رنگش. گرین رو انجام نداد چون اینجا من گرین رو ننوشته بودم. خب سبزش هم خیلی شدیده، یه کمی کمتر کنیم مثلا یه همچین چیزایی بهتره. خب بریم اون قضیه جاوا اسکریپتش هم پیاده بکنیم. خب من کلاس رو هم دوباره از اینجا بردارم. کارمون خیلی ساده است. من اول میام این المنت رو میگیرم، بعد اینا چیلدرن هاش هستن، یه دونه ایونت لیسنر کلیک کردن رو روش اضافه میکنم. پس میام میگم که let کلاس تمی که بود همون رو میخوام بگیرم. پس میگم document.querySelectorAll همش رو میگیرم و میگم کلاس تم رو برام بگیره. بعد حالا یه بار console.log کنه همین تم خب .children بچه هاشو یه بار برامو console.log بگیره. میام اینجا بخش کنسول و میبینم که console.log گرفته یا نه. اینجا که درسته، اینم درسته. ببینیم اینو ایمپورت کردیم یا نه. نه اینجا یه فایل قدیمی دیگر رو ایمپورت کرده بودیم. خب اینم نتونست بگیره. ببینم دوباره مشکلش چیه. کلاس تم رو که داره، اینم که درسته، چرا نتونست بگیره به نظرتون؟ کوئری سلکتور باید بگم، درست کوئری سلکتور آل نیست، فقط یک کلاس تم هست، اونو میخوام بگیرم و بچه‌هاشو نمایش بدم. خب اونم اشتباه من بود. خب حالا میبینم که یه دونه HTML collection گرفت. اگه بخوام روی HTML collection for loop بزنم، از for each استفاده کنم، باید اول به array تبدیلش کنم. بهتون الان اینا رو قبلا توضیح دادم. پس میگم array.from همین tem.children، بعد یه دونه for each میزنم و هر کالر رو میخوام حالا این بار بگم، هر اون بچه‌ای که هست. حالا برای این کار میتونم اینطوری بگم که تم، خب اینو بکنم متغیر تمز، تم ها هستن دیگه اونجا، پس اسم کلاس سرش هم بذارم تمز. آره یکم فکر میکنم تمز باشه بهتر، اینجا هم اسم کلاسش باشه تمز، همون کارکرد رو داره. البته حالا اینجا یه مشکلی پیش اومد، این سیو، اینم سیو، اینم سیو. خب اینا برگشتن.
میگم برای هر تمی که هست خب بیاد چیکار بکنه، بیاد بگه که هر وقت کلیک شد یک رویدادی رو اجرا بکنه. پس برای همین میگم که همین تمی که الان گرفتی، اون تمی که روش کلیک شده .addEventListener، وقتی که کلیک شد بیاد یه کاری رو برام بکنه، این رویداد رو هم ارسال میکنم. اول میخوام اون کالر رو بگیرم، اون رنگی که توی اتریبیوت دیتا داش کالر هست. پس میگم یه متغیر بسازم تحت عنوان کالر برابر باشه با همین ای دات تارگت دات دیتا ست دات کالر به این صورت. خب عجب چیزی نوشت، اینو پاک کنیم اینجا رو. خب و میگم که کنسول دات لاک کنه برام همین کالر رو وقتی که کلیک میکنیم. یه اروری داد، میگه که اری فرام is not a function of for each رو همینجا یه کمی اشتباه تایپی داشتیم. خب بعد مثلا روی وایت میزنم میگه لایت، اینجا رو یه کمی بزرگتر بکنیم، بعد دارک، یلو و گرین. خیلی هم عالی. خب کاری که میخوام بکنم اینه، الان من اینو دارم، میتونم بگم که بیاد هر موقع که کلیک شد document dot body dot class نیمش برابر باشه با همین کالری که هست. اگر روی این کلیک کنم میشه dark yellow green، میبینید این موارد هست. حالا یه دونم اینجا میتونم field بذارم که تم رو بگیرم و بگم که تمم چیه. مثلا همینجا یه دونه H3 میذارم و میگم تم دو نقطه یه دونه اسپن میذارم اینجا با آیدی سلکشن. خب همین سلکشن رو هم بیایم اینجا بگیریم، بگیم let selection مساوی باشه با document.querySelector همین آیدی سلکشن و بگم اون متن کالر رو بیاد برای اونم چاپ بکنه. پس میگم selection.textContent برابر باشه با همین کالر. خب یه بار رفرش میکنم، دارک رو میزنم، اینجا میگه ستم دارک، یلو رو میزنم، گرین، وایت و لایت، حالا هر چیزی که هست و این موارد. حالا اگر من مثلا بیام تم یلو رو انتخاب کنم و رفرش کنم، این داده ذخیره نشد. جلسه بعد با مفهوم لوکال استوریج و کلا به صورت کلی با مفهوم ذخیره سازی اطلاعات آشنا میشیم و خیلی خوب یاد میگیریم این مسائل رو که بشه یک پایه خوبی برای سایر آموزشامون، چون از این بحث ذخیره سازی داده روی لوکال استوریج خیلی استفاده خواهیم کرد. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم ازش خوشت اومده باشه. که اگر اینطوری بوده ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، آموزش رو به دوستانتون معرفی کنید، حمایت و دونیت هم فراموش نکنید.